مخاطبین از رسانه پشت ما جرای فیلم استاددار درود به مخاطبین عزیز بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم هم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید می و میشنوید حال دلتون خوب باشه جیبتون پرپول باشه سالم و سرحال باشید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده هم سابسکرایب کرده باشید اگر سابسکرایب نکردید همین الان سابسکرایب بکنید لایک هم همین الان فوری بزنید که موضوع این قسمت برنامه پشت پرده در خصوص این چهره میلاد آتم آبادی همون میلاد آتمی هستش که آقا تو رسانه ها گفتن که حکم اعدام دریافت کرده و حالا قراره که این حکمش بره دیوان و اونجا بررسی بشه راجب این قضیه میخوایم صحبت بکنیم و کلن راجب پرونده شبکه های قمار که اصلا کجا من میلاد آتمه یه دونه ویدیو منتشر کرد اسم ما رو هم آورد میگفتش که این نمیدونم گرم کننده تنور سایت باز بود من گفتم ما سایت داریم من گفتم داریم ببین نشونمون بدید حالا در صورت میخوام راجع به این قضیه مفصل صحبت بکنم چون خیلی سوال زیاد بود تو این قضیه راجع خودم هم صحبت میکنم روی قضیه اولا خودم صحبت میکنم که گفتن که آقای فرین تو سایت قمار داری و فلان و بیسان بهمان اول اینکه من جز اولین افشا کننده های سایت های قمار بودم ولی من در آلمان زندگی میکنم توی آلمان داشتن سایت قمار قانونیه اگر دولت مجوز اصلا تبلیغ سایت قمار قانونیه دوستان اولین قضیه رو باز بکنم که توی آلمانی که من زندگی میکنم و پاسپورت این کشور دارم و اقامت این کشور دارم و شهروند این کشور حساب میشم اصلا شما میتونید کازینو داشته بزنم حالا سری کازینوهای جدیدا البته تو بعضی از شهرها این قانون اومده که میشه شما کازینو داشته باشی هلند که اصلا کلا یه پولش داشته میتونی یه کازینو رو بزنی چون اینجا کازینوها دولتی تیم فوتبال هم که قرونش برام هست دیگه یعنی همون مهدی طارمی تو پورتو هم اسپانسر اصلی تیمشون یه سایت شرط بندی رئال مادرید هم همینطور پس تبلیغی که اگر من انجام بدم یعنی دوست داشته باشم که این تبلیغو بکنم یا نکنم این کار قانونی تو این کشوری که دارم انجام میدم غیر قانونی نیست اگر درگاه پرداخت ایرانی توش نذاریم یا اصلا به حال مجوز است این از من که یه در جمع کنن برن اگه من این کار رو انجام بدم به حال من به عنوان یه دار و کسی که دارم فعالیت خصوصی میکنم زیر نظر دولت و ارگانی هم نیستم اخوندها و جمهوری اسلامی هم پول ما رو نمیدن دولت آلمان هم حقوق من رو نمیده من به عنوان یه شخص خصوصی میتونم اصلا تبلیغ بکنم کسی نمیتونه جلوی منو بگیره حالا فعلا تبلیغ نمیکنه این از ما اما در خصوص این مافیای قمار توی ایران اینقدر جمله میگه دست نهادهای امنیتی و افراد پرنفوذ بانکی با این سایت قمار توی یک کاس هست خیلی پیچیدش بر شما نمیکنم دو دو تا چهار تا افرادی که سایت قمار دارن خارج از کشور و دارن تبلیغ میکنن حالا تو پلتفرم خودشون الان من به این نتیجه رسیدم که آقا آب تو آون کوبیدن بوده من تو این چند ساله داشتم میکوبدن. بابا اینا خودشون اصلا پولا رو میارن میشورن و میبرن و امثال میلاد آتمی ها،, ها و مهره های اون شبکه های بزرگ داخلی هن نه بیرونی چرا یه عده فکر میکنین که اس شبکه های قمار بیرون از ایرانن، هن شبکه های مهم قمار و شبکه های مهم سایت شرطبندی داخل خود ایرانن داخل خود ایران هن. چطوری؟ خیلی ساده است شما وقتی میخوای بری تو این سایت ها بازی بکنی نمیتونی بری اونجا پشت بکنی یا رو انگشتت بکنه اکانتت رو شارژ بکنه که باید پول بریزی وارد داخل این سایت خب پولم که قربونش برم توی ایران مردم ایران که مسترکارت کارت و پیپال و نمیدونم آمکس و این چیزا ندارن که باید داخل ایران از بانک تجارت و ملی و بانک انصار و سامل الحجج و سامل نمیدونم چیچی و بقیه بانک های دل و دوز دیگه که پولاشون اونجا سال خدا میدونه که پولشون رو بدزنه بکشن بالا بانک های رواخور رو, رو نمیدونم سود بده تو پاچه مردم و... بعد همه مردم از اون کارت بانکی دارن از اون کارت های بانکی باید پولشون رو بریزن تو این سایت ها خب این سایت قمار شرط بندی بعد خودشون حساب بانکی داخل ایرانی داشته داشتن که تو بتونی از بانک خودت بریزی تو اون نمیتونی از حساب مثلا بانک ملیت بریزی تو حساب دویچه بانک آلمان این افرادی که تو شبکه های مافی سایت قمار هستن میرن حساب بانکی اجاره میکنن حساب بانکی هم اجاره بخوای بکنی ضعف اون سیستمه البته اسمش حساب اجاره یا خود رئیس بانک و معاون بانک و نمیدونم طرفی که توی اون فلان نهاد امنیتی و پلیس فتا خودش دستش با اینا توی کاسه است که میگه آقا تو این حسابه رو فعلا یک ماه باش کار کن مردم که پولا رو جابجا جا کردن بعد از یک ماه من به عنوان پلیس فتا یا به عنوان نهاد ناظر میام حسابه رو میبندم یا مسدود میکنم وگرنه سایت قماری که در روز یک میلیارد تومن گردش مالی شه یک میلیارد تومن در روز تو ایام کرونا به روزی سه میلیارد تومن هم میرسید وقتی یک میلیارد تومن پول میاد توی حساب چجور اون آدمی که توی اون بانک نشسته یا اون آدمی که رأس هرم نشسته این حرکت های پول رو نمیبینه آقا بانک دیگه مثل این میزه میمونه من هر توی این میز باشه میبینم حرکتاشو میبینم دیگه بانک هم همین هر پولی که حرکت بکنه اگه تراکنش از حدی بزنه بالاتر مشکوک میشم اون بالا می آلارم میزنه میبینم دیگه پس نشون میده افرادی که تو اون سیستم افراد بلندپایه و افرادی که پرنفوذن هستن افرادی هم که باجشون رو گرفتن جیرشون گرفتن سهمشون رو گرفتن و نسبت به این قضیه سکوت کردن دارن ماسمالی میکنن هرچند من اصلا به این قضیه دیگه اعتقادی شما تو تلویزیونتون هم دارید الان قمار شرط بندی میکنید دیگه قرونش برم دیگه قره کشی میکنید دیگه قره کشی همونه دیگه طبقه. یا فتوای شما در خصوص این اتفاقات حرامه یا حلاله نمیشه یه بامو عوا باشه که یا حلال باشه یا حرام باشه شما قرعه کشی رو اگر خودتون انجام بدید برای محصولات خودتون توی ایران نمیدونم برای ایران سلا همراه اول و نمیدونم اپ اف و ستاره پشمک مربع که انجام بدید میشه حرام حلال ولی اگه یه کسی دیگه بخواد کار دیگه انجام بده اون میشه حرام یا با و هوا نمیشه که واسه خودتون حلال حلال واسه بقیه حرامه امسال میلاد هم تمام مهره های اون شبکه ها بودن الان هم گفتن که حکم اعدام گرفته به خاطر اینکه اومده نمیدونم پولشویی کرده جوان رو تشویق به فساد کرده بهشون گفته شیک بکنید فلان کار انجام بدید و اون کار بکنید و گفتید که آره فرهنگ و اون جامعه رو به خطر انداخته بازم من همسال میلاد آتمی رو مقصر نمیدونم شما اون مملکتتون اون بودجای مفتی که توی نمیدونم قم میگیرید توی تهران میگیرید بودجای فرهنگی که میگیرید خرج فرهنگ اون جامعه بکنید که اگر یه کسی اومد توی اینستاگرام به مردم گفتش که بکنید رو تکون بدید فیلم بگیرید لختتون رو بگیرید نگید پای های اسلام لرزید اگر این آدم پاسپورت آلمانی داشت و زبان آلمانی بلد بود و همه این کارها رو به مردم آلمان میگفت انجام بدید خب اولا کسی فالش نمیکرد آنچنان مثل ایرانی‌ها فالش نمیکردن ما ضعف فرهنگی داریم که این افرادی که میبینیم تتتقمیریم فالشون میکنیم بعد از اون طرف تو آلمان اگر بود اصلا های نمیدونم فرنگ اون جامع که تکون نمیخورد هر چیزی که خلاف شبکه های اجتماعی نباشه پخش بشه پایه های اون مملکت رو تکون نمیده این توی ایرانه که اگر این کار رو انجام بدن پایه های امام و انقلاب اسلام و مملکت رو تکون میده به خاطر اینکه اون آدمی که توی فلان اوگان مذهبی نشسته اون آدمی که تو ستاد امر به معروف نهی از ممکن نشسته پول یا مفت گرفته و خورده و گذاشته تو جیب مبارکش و خرج فرنگ اون جامعه نکرده یه کسی هم که میاد فرنگ و یک جامعه رو میخواد خلاف مسیر شنا بکنه میگید اونو بگیرید گندش بالا نیاد من کوتاهی کردم الان هم پروندهش قاضی سلواتی بررسی کرده هنوز حکم اعدام صادر نشده ولی این چیزایی که اینا گفتن و این چیزایی که تو پرونده میلاد آتمیه سه تا اعدام داره خیالتون راحت حتی یه سری آدم ها هم حالا اعتراف اجباری ازش گرفته بودن گفتن اینا رو بگو به تخفیف میدیم تو مجازات تو اینها ولی هنوز حکمی برای میلاد آتمی صادر نشده اما بازم جمله خودم رو میگم اینها موره های اون بازی هستن که نفرات اصلیش داخل اون سیستم و داخل اون حکومت مگه میشه شما تو مملکت باشی این پولا رو ببینی بعد یکی که اون طرف طرف مثلا تو ترکیه و توی دبی و توی نمیدونم بقیه کشورها نشسته بتونه مثلا پولای شما رو جابجا بکنه شما هم نفهمید بعد بخوای طرفو بگیرید دزد اصلی شما هی تو اون سیستم بعد پولی که اینا جابجا میکنن تو سایت های قمار و شرط بندی در مقابل دزدی هایی که در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران صورت میگیره یک قطره تو دریای بیکران دزدی این افراده اینقدر پول های عجیب و غریب تو صنعت نفت و گاز و پتروشیمی داره اما این بدبختا چون شده بودن ابزار شما حالا من راجع بهشون گفتم فاضلاب اما اینا چون زیاد توی فضای مجازی هستن چون زیاد دیده میشن و زیاد توجه مردم به اینا توجه دارن اما آقازاده ای داریم که تو اون مملکت روزی یک میلیون دلار داره پول نفت دزدی میکنه 5 تا دو دونه فالوور داره 10 تا دو دونه 20 تا دو دونه 50 دو دونه فالوور داره چون اون سوراخو پیدا کردم میگه من دزدی مو میکنم خودمو نشون نمیدم اینا تازه به دوران رسیده یه پولی رسیده بودن نمیدونم سایت قمار و شرط بندی بودن اونو بردیم بریم تو این کار یه ماشین رنت بکنیم اجاره بکنیم مردم نشون بدیم و از اون راه پول در میاریم اینم شده داستان این افراد اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید خیلی مخلص